سلام عزیزان، من ساسان توسلی هستم و امروز جلسه هفتممون هست در مبحث تثلیث و شخصیت خدا از دیدگاه الهیات مسیحی و کتاب مقدس. امروز به این نکته میخوایم برسیم که صحبتمون این بوده در هفته های گذشته که ما با چه خدای روبرو شدیم در کتاب مقدس و ریشه طرز فکر درباره تثلیث چطوری به وجود اومده در تجربه مسیحیان و در کتاب مقدس. امروز نمیتونیم صحبت‌های هفته‌های گذشته رو خلاصه بکنیم، ولی موضوعی که من دارم هی روش تاکید میکنم و انگوش میذارم این هستش که اختلافات کسایی که مسیحی نیستن با الهیات مسیحی سر مسئله درک تثلیث نیست از نظر من، بل یا تثلیث یا تجسم خدا در عیسی مسیح یا مرگ مسیح روی صلیب برای کفاره گناهان. به نظر من ریشه اختلافات برمیگرده به این سوال که خدا کیه، ما به چه خدایی ایمان داریم، خدای واقعی چه خصوصیاتی داره، چه شخصیتی داره، ذات و وجودش چه نوع ذات و وجودیه که ریشه مشکلات الهیاتی رو من در این سوال‌ها میخوام جستجو بکنم. من در هفته‌های گذشته صحبت اینو کردم که ما با یه خدای روبرو شدیم توی کتاب مقدس که قابل شناخته و خودش رو ما معرفی کرده از طریق اعمالش و حرفاش در طول تاریخی که ثبت شده توی کتاب مقدس برای ما، خدایی که میخواد با انسانها و قومش صمیمی و نزدیک باشه، رابطه عاشقانه و دوستی، خدایی که در درد و رنج انسان شریکه. پس اگر یه همچین خدایی هست، خدایی که خودش رو توصیف میکنه مثل یک شوهر که از همسر بیوفاش، قومش که رفته دنبال بت پرستی، میخواد که بهش برگرده چون قلبش شکسته است به خاطر گناهان قومش، خدایی که مثل یک پدر میخواد از بچه یاغیش که برگرده به سوی اون چون دلش شکسته است به خاطر گناهان قومش، اگر همچین خدایی هست با یه همچین خصوصیاتی، خیلی راحت‌تر من میتونم قبول کنم که اون خدا در عیسی مسیح با ما روبرو شده، اون خدا در صلیب عیسی مسیح درد و رنج ما رو به دوش خودش گرفته و مشکل ما اگر این عقاید مسیح را قبول نداریم، به نظر من اختلاف ما سر اینه که ما به چه خدای عقیده داریم. خدایی که اون بالا بالا هاست و دستور میده و فقط فرمان میده و ما باید فقط از اون اطاعت بکنیم. مسلمه که این خدا نمیتونه بیاد و با من روبرو بشه در یک انسان دیگه، نمیتونه بیاد و گناهان منو به دوشش بگیره. اون خدا فقط دستور میده و داوری میکنه، ولی ما به یه خدای روبرو میشیم که فقط داور و پادشاه و رب الارباب نیست، بلکه پدر، عاشق، دوست، شبانه و من رو به آغوش کشیده در رابطم در عیسی مسیح. حالا امروز میخوام با یه خصوصیت دیگه ای انگوش بذارم و اون مسئله محبت بی شرط خداست. یکی از اساسی ترین حقایق مسیحیت اینه که خدا در عیسی مسیح ما رو میبخشه و دوست داره بدون قید و شرط. حرفش ساده است ولی تو تجربه زندگیمون خیلی سخت میتونیم باور کنیم، چون هیچ وقت توی زندگی محبت بی شرط و شروط واقعا ندیدیم و نچشیدیم. همیشه به ما گفتن که اگر خوب باشی واسط جایزه میگیریم، اگر خوب باشی من تو رو دوست دارم، اگر اطاعت کنی من تو رو محبت میکنم، اگر بچه خوبی باشی من واسط این کارا رو میکنم. و از بچگی بزرگ شدیم و همین تصور رو نسبت به خدا داریم که خدا من رو موقعی قبول میکنه که من خوب باشم، من اطاعت کنم، من خودم رو درست کنم. ولی کتاب مقدس منو با یه خدای معرفی میکنه، میگه قبل از این که تو خوب باشی و خودت رو درست کنی، در گناه و تاریکی و ظلمت زندگی خدا تو رو دوست داشته و به سوی تو اومده که تو رو به سوی خودش بکشونه. تثنیه موسی داره یادآوری میکنه قوم خدا رو که فراموش نکنن
که فیض خدا و محبت خدا به خاطر خوبی و بزرگی خودشون نیست، به خاطر فیض و محبت بی شرط خداست. تثنیه کتاب پنجم در عهد عتیق فصل 7 آیه 7 و 8: شما کوچکترین قوم روی زمین بودید، به قوم اسرائیل داره میگه، پس او شما را، او منظور خداست، پس او شما را به سبب اینکه قومی بزرگتر از سایر قوم ها بودید بر نگزید و محبت نکرد، بلکه به این دلیل که شما را دوست داشت و میخواست عهد خود را که با پدرانتان بسته بود به جا آورد. به همین دلیل است که او شما را با چنین قدرت و معجزات عجیب و بزرگی از بردگی در مصر رهانید. تو کتاب مقدس بارها و بارها میشنویم یوحنا فصل 3 آیه 16، آیه مشهور کتاب مقدس: زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگان فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید یابد. اول یوحنا فصل 4 رو میخوام بخونم. اول یوحنا فصل 4 آیه 10: این است محبت واقعی، ما او را محبت نکردیم بلکه او ما را محبت کرد و یگان فرزندش را فرستاد تا کفاره گناهان ما شود. اول یوحنا فصل 4 آیه 19: محبت ما نسبت به خدا از محبتی ناشی می شود که او اول نسبت به ما داشت. محبتی که خدا به ما داره، محبتی که قبل از این که ما به سوی اون بیاییم و خودمون رو درست کنیم و اصلاح بکنیم، اون به ما عشق ورزید. رومیان، آیه خیلی کلیدی هست اینجا، رومیان فصل 5، پولس اینطوری مطرح میکنه محبت خدا رو. فصل 5 آیه 6 رو میخونم و بعد آیه 8: پس ملاحظه میکنید که در آن هنگام که ما درمانده و ذلیل بودیم، درست در زمان مناسب مسیح آمد و در راه ما گناهکاران جان خود را فدا کرد. آیه 7 هم میخونم: حتی اگر ما انسانهای خوب و پرهیزکار می بودیم، کمتر کسی ممکن بود حاضر شود جانش را در راه ما فدا کند. هرچند ممکن است کسی پیدا شود که بخواهد در راه یک انسان خوب و نجیب جانش را فدا کند. آیه 8، توجه کنید لطفاً: اما ببینید خدا چقدر ما را دوست داشت که با وجود اینکه گناهکار بودیم، مسیح را فرستاد تا در راه ما فدا شود. یه نفر میگه که این میخ نبود، میخهای صلیب نبود که مسیح رو روی صلیب نگه داشت، این محبت خدا بود که مسیح رو روی صلیب برای ما نگه داشت. ما با یه خدای روبرو شدیم در کتاب مقدس که محبتش، فیضش و بخششش بدون شرط و شروط قبلیه. خیلی ادیان صحبت محبت خدا رو میکنن، خدا اونهایی رو که ازش اطاعت میکنن دوست داره، خدا نافرمانها و گناهکاران رو دوست نداره، خدا اونهایی که به حرفش گوش میکنن دوست داره، خدا اونهایی که به حرفش گوش نمیکنن دوست نداره. تو کتاب مقدس با یه خدای روبرو میشیم که انسان گناهکار، فراری و مرده در گناه و ظلمت رو قبل از اینکه انسان اصلا تو باغ این باشه که بخواد به خدا فکر کنه، خدا اومده خودش رو به اون رسونده به خاطر محبتش، به خاطر عشقش. کتاب مقدس اول یوحنا تعریف خدا رو میگه: خدا محبت است. نه اینکه خدا محبت داره، خدا در ذاتش محبته، ذاتش عشقه. هر وقت صحبت محبت رو میکنم با دوستای ایرانی این مثال رو میارم، میگم در فرهنگ و اشعار ایرانی خدا، ما خودمون رو عاشق میدونیم، اشعار عرفانی ایرانی به خصوص، انسان عاشقه و خدا معشوق و ما داریم دنبال خدا میریم و میخوایم به اون برسیم. من همیشه مثال فیلمای هندی رو میارم، من این تصویر از رابطه ما با خدا من یاد فیلمای هندی میندازه که دختره که پسر دختره رو دوست داره، دختره داره دور درخت میدوه ناز میکنه و پسرم داره دنبال معشوقش میدوه. تصویر کتاب مقدس 180 درجه برعکس این تصویره. من
عاشق خدا نیستم که دارم دنبالش میدوم. کتاب مقدس میگه انسان داره فرار میکنه، انسان پشتش رو به خدا کرده و این خدای عاشقه که داره دنبال انسان گناهکار میاد. از باغ عدن انسان شروع کرد به فرار کردن، هنوزم داریم میدویم. ما عاشق اون نیستیم اونو دنبال کنیم، اون قایم نشده، ما دشمن اون هستیم و اون داره میاد دنبال ما. این تصویریه که کتاب مقدس از محبت خدا به من و تو میگه. اگر این خدا واقعا یه همچین محبت و عشقیه، خیلی قابل قبوله که این خدا بیاد دنبال انسان فراری و گم شده در جسم یک انسان، که این خدا بیاد و مشکل گناه انسان رو از طریق نجات عیسی مسیح بخواد حل کنه. این خدا بخواد بیاد یه پل بزنه بین فاصله‌ای که افتاده بین انسان و خودش. اگر من قبول کنم که خدا محبت است، خیلی راحت‌تر میتونم قبول کنم که این خدای پر از محبت که خودش رو به عنوان پدر معرفی میکنه، این خدای پر از محبت اومده و محبتش رو به من در اون قالب و کاتگوری که من میفهمم و تجربه میکنم به من نشون داده در مسیح، و اون خدای محبت محبتش رو در من گذاشته از طریق روح خودش. مسیح وقتی میره و به فاحشه دست میزنه و اون رو تمیز میکنه، وقتی میره به جزامی دست میزنه و اون رو شفا میده، وقتی کور رو بینا میکنه، مرده رو زنده میکنه، داره حضور خدا رو، حضور ملکوت اون رو به گناهکاران نشون میده. مسیح وقتی میبخشه داره به من و تو نشون میده بخشش خدا رو. وقتی واسه من و تو داره تعلیم میده، داره به من و تو نشون میده عشق و محبت خدا رو. وقتی داستان پسر گمشده رو داره به ما میگه، انجیل لوقا فصل 15، داره معرفی میکنه قلب پدر آسمانی رو که ما با چه خدایی طرفیم. و کتاب مقدس میگه مسیح مظهر دیدنی خدای نادیدنی. اون خدا که روحه و ما نمیتونیم ببینیم، مسیح صورت اون خدای نادیده است که من و تو با اون خدا آشنا بشیم. چرا؟ به خاطر اینکه خدا محبته. درباره محبت یه نکته دیگه هم میخواستم بگم و این حد برمیگرده این به کتاب تثلیث آگوستین در قرن پنجم. آگوستین میگه که اگر خدا عشق است، انگلیسی میگه God is love، یونانی agape، محبت الهی، اگر خدا محبته، اگر خدا واقعا عشق در درون خودش، پس عشق یه چیز تنها نیست. عشق باید یک عاشق داشته باشه، یک معشوق باشه و یک رابطه عاشقانه. و از همین کلم، از همین آیه‌ای که خدا عشق است یا خدا محبت است، آگوستین خیلی زیبا اشاره میکنه به تثلیث، که خدا یک خدایی نبود تنها که باید خلقت رو به وجود بیارید که بتونه به خلقت عشق ببرزه. نه، در خود ذات ابدی خدا، در خدا رابطه عاشقانه هست، رابطه عشق هست، عشق ورزیدن و محبت کردن هست، در خود پری وجود ذات خدا. خدا به خاطر تنهاییش خلقت رو به وجود نیاورد، به خاطر پری عشق بین پدر، پسر و روح القدس خلقت سرچشمه میگیره. حتی اگر ما تمرکز کنیم روی همین یه آیه که خدا محبت است، خدا که عوض نمیشه، خدا نمیتونه بعد از خلقت عوض بشه و قبل از خلقت یه طور دیگه باشه، پس اگر خدا در ذات ابدیش محبت است، محبت باید سرچشمه و هدف و رابطه پرمحبت و عاشقانه توش باشه. و خود همین آیه، همین حقیقت که خدا محبت است، نشونه زیباییه از حقیقت تثلیث. خدایی که عاشق، خدایی که عشق می‌ورزه و خدایی که رابطه عاشقانه در اون هست قبل از اینکه ما اصلا رو صحنه بیاییم، ولی حالا به خاطر پری اون عشق ما رو به وجود آورده و حالا که ازش فرار کردیم در گناهان خودمون، در عیسی مسیح دنبال ما اومده به خاطر این حقیقتی که خدا محبت است. هفته بعد درسمون رو خاتمه میدیم. تا جلسه بعدی، خدا با شما باد.